آمارها از من خواسته شده بود که در واقع رنج و درد و نقض حقوق کودکان بلوچ رو با گفتن در مورد دو کودکی که از زمانی که به دنیا میان در چالش هستند رو با اون همه رنج و درد زندگیشون رو آغاز میکنن، فقط به خاطر یک حکومت تمامیت خواهی که سیستماتیک و عمدی و آگاهانه داره مردم رو مورد تبعیض قرار میده. من مصاحبه های مختلفی رو با افراد زیادی توی بلوچستان انجام دادم و تجربه شخصی خودم تونستم در واقع هانگول و مرید رو بتونم در واقع یک سرگذشتشون رو براتون در واقع گوشه ای از دردها رنجهای کودکان ماست. هانگول و مرید خواهر و برادر هستند، با مادر تنگ دست جوان خود در روستا زندگی میکنند. مادر قبلا هم دو کودک مرده در کپر به دنیا آورد. قابله به مادر گفته مادران ضعیفی که سوی تغذیه دارن نوزادان مرده به دنیا میآورند. پارسال پدر با شلیک مستقیم گلوله‌های نیروهای انتظامی با باک ماشین سوختبریش در آتش آنچنان سوخت که جسدی از او باقی نماند و برای همیشه آنان را تنها و بی‌نان آور گذاشت. پدر مدت‌ها گچکار بود، اما دستمزدی که می‌گرفت جواب هزینه های زندگی را نمی داد و در آخر مجبور شد برای گذران زندگی با ریسک جان برای نان شغل پرخطر سوختبری را انتخاب کند. پدر خیلی آرزو داشت که هانگول و مرید درس بخوانند و باسواد گردند. پدر همیشه کودکان روستا را پشت تویوتا سوار می کرد و به مدرسه که 5 تا 6 کیلومتر فاصله داشت می رسوند. البته نشستن دانش آموزان پشت ماشین بی خطر هم نبود. حالا همون جوانها ساعتها کنار جاده و در اون گرما منتظر میمانند تا شاید یک نفر از این ماشینش خالی باشد و دلش به رحم بیاد و به مدرسه برساندشان. وگرنه این کودکان قد و نیم قد باید 6 کیلومتر را بیش از یک ساعت پیاده میرفتند و برمیگشتند. بعد از مرگ پدر شرایط خیلی سخت‌تر شده. بارها هانگول و مرید درباره پدر صحبت می‌کنند. چرا پدر را نیروهای انتظامی با گلوله زدند؟ مگر کار بدی کرده بود؟ بعد از مرگ پدر نادارتر شدند و مادر به سختی میتونست یک وعده غذا درست کنه. تازه شاهو برادر بزرگترشون که زاهدان چابهار زندگی میکرد، در خونه یکی از اقوام زندگی میکرد، از ادامه تحصیل دوره اول دبیرستان باز مانده و یک شاگرد سوختبر شد تا به مادر برای نون شب خانواده 4 نفرشان کمک کند. مرید و هانگول خیلی دوست دارن به مدرسه بروند. مرید آرزو دارد دکتر شود و هانگول دوست دارد معلم شود. مثل خانم معلم خودش که فارسی صحبت میکند و لباسهای تمیزی دارد، درست مثل او فارسی صحبت کند. هانگول و مرید بیشتر مواقع متوجه صحبت‌های خانم معلم نمیشن. مدام معلم عصبانی میشه، گاهی با خودش غر میزنه که نمیفهمم چرا این جماعت نمیتوانن فارسی صحبت کنند. این حس عجیبیه که هانگول رو خیلی آزار میده. کلاس‌های مختلط دوره ابتدایی از سال اول تا ششم در اتاق مهمانخانه منزل یک خانواده نسبتاً مرفه که وضع مالی بهتری داره و برای خود یک خانه آجری ساخته برگزار میشه. چون خانم معلم نمیخواد بیرون زیر سایه درخت و یا در کپر کلاس برگزار بشه، چون از وجود مار و عقرب در اونجا خیلی میترسه. پدر خانواده مرفه که در امارت کار میکنه چند سالی یک بار میتونه بیاد به خونه سر بزنه، ولی از آنجا برای خانواده مرتب پول میفرسته. خانه این خانواده مرفه دیوار داره و لباسهای دختر و پسر خانواده نوترن. اونها اغلب غذای گرم درست میکنن. گاهی هانگول و مرید برای خوردن ناهار اونجا میرن. ولی این خانواده مرفه دخترشون شاری رو که الان 12 سال است، مادرش نمیخواد که اونو بفرسته شهر تا درس بخونه. به قول خودش مردم چی میگن؟ آبرومون میره. دختر تنها بره شهر، خونه اقوام اونجا درس بخونه، اصلا ناممکنه. باید به زودی با پسر خالت ازدواج کنی.
دختر بیچاره خیلی عصبانی بود، داد میزد که نمیخواست شوهر کنه، اون میخواست درس بخونه ولی گوش مادرش بدهکار نبود و به او هشدار میداد که شاری پدرت دو بس، خودت میدونی که اگر پشت سرمون حرف در بیارم پدر میاد و هر دوی ما رو یکجا سر به نیست میکنه. وقتی هانگل حال بد دوستش شاری رو میدید به این فکر میکرد و از خودش میپرسید که سرنوشت من هم همین خواهد بود. ولی در عوض مادر هانگل و مورید خیلی دوست دارم همه بچه هاش درس بخونن، ولی همش نگران هزینه ها و خرج زندگیه. وقتی چاه آب داشت، پدر بزرگ میتونست به درختان نخل و پرتقال و لیمو آب بده و برای گوسفندان موجود در باغستان هم کاه جمع‌آوری بکنه. اما حالا همه چی خوش شده و با این شرایط خشکسالی و سدهایی که روی رودخانه ها زدن، دیگر آبی در رودخانه ها نمانده. تازه دو ماه پیش نخل‌های بالای روستا آتش گرفتن و هیچ کس نتونست آتش رو خاموش کنه. مادر میگه که دیگه موندن و زندگی کردن در این روستا بسیار سخت شده. این روزها هانگل و مرید و بقیه کودکان روستا هر روز برای آوردن آب باید راه طولانی رو پیاده روی کنن تا به هوتک‌ها برسند. داخل هوتک‌ها گاندو هم وجود دارد. در واقع هوتک‌ها و یا چاله‌های گودی که در آب باران در اون جمع میشه، هم حیوانات هم انسان‌ها از اون استفاده می‌کنن. بارها کودکان روستا در این هوتک‌ها غرق شدن و چندی پیش هم یک دختر کوچک هنگام پر کردن گالون‌های آب تومه تمساح‌ها شد. اتفاق پارسال رو هانگل هرگز فراموش نمی‌کنه که گاندو یه دفعه‌ای به دختر بیچاره حمله کرد و با اینکه خواهر با اون تن نحیفش سعی میکرد خواهرش رو نجات بده و با اینکه موفق شد خواهرش رو به سختی نجات بده و شانس آورد و زنده موند، ولی برای همیشه دست راستش که گاندو با حمله قاپیده بود فلج شد. چون بیمارستان و درمانگاهی که در اون نزدیکی‌ها وجود نداشت و بایستی با یک ماشین اون رو میتونستن برسونن به شهر. وقتی بعد از یک روز اون دختر بیچاره رو به چابه ها رسوندن، گفتن خیلی دیر اومدید و بایستی به استانهای دیگر چون مشهد و یا تهران سفر کنید تا عمل شود، و این برای اون خانواده مقدور نبود. هانگل و مرید خوب میدونن که اگر هر کدومشون توی روستا مریض و یا دچار سانحه‌ای بشن، امکان رسوندن اونا به مراکز بهداشتی بسیار دشوار و سخت خواهد بود، چون بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های داخل شهرهای استان فاقد امکانات درمانی و متخصصند و برای کودکان و خانواده‌هایشان سفر به شهرهای خارج استان هزینه بردار و غیر ممکن بود. نه تنها فقر این امکان رو نمیده، بلکه بسیاری از این کودکان والدینشون فاقد شناسنامه هستند و با رفتن به شهر امکان این رو هم دارند که رد مرز شوند و به عنوان اتباع بیگانه از کشور اخراج و آن سوی مرز هم به درد اتباع بیگانه گرفتار آیند. هانگل و مرید پارسال دو تا از همکلاسیاشون رو از دست دادن چون مدت طولانی سرفه میکردن، ولی پس از مدتی هر دو یکی پس از دیگری جان دادن. هر دفعه که مرید سرما میخوره، هانگل از مادرش میپرسه آیا مرید هم میمیره؟ شاهو که فقط 18 سال داره و ترک تحصیل کرده و یه شاگرد سوخت بره، بعد از مدت‌ها برگشته خونه مادر، میخواد که هانگل و مرید و شاهو یعنی همه خانواده کوچ کنن به چابهار، چون تنها راهیه که شاید هانگل و مرید بتوانند ادامه تحصیل بدهند. مادر نگران سرپناهی برای کوچ و زندگی در چابهار، ولی شاهو با کمک خویشاوندانش با پرداخت وجه نقد به اداره املاک و مسکن یک زمین کوچیک خریده که یک اتاق گلی فرسوده هم روش بود که تا مدتی اونجا همه با هم میتونستن زندگی کنن. بعد از کوچ به حاشیه چابهار، مرید و هانگل هر دو مدرسه رو شروع کردن. در مدت یک سال مادر در خانه‌های مردم پولدار تمیزکاری و پخت و پز میکرد و در عوض برنج و روغن و گاهی هم کمی پول از اونها دریافت میکرد. در خانه هم سوزندوزی میکرد تا پول این بلوک سیمانی بخره و دیوار خونه رو بسازه و اون اتاق گلی رو تعمیر کنن. شاهو هم با مادر کمک کرد تا حیاط خونه رو بسازند و تقریبا بعد از مدتی یک دیوار و یک در ساختند. همسایگان هانگل و مرید کودکانی هستند که حتی شرایط بدتری دارند، چون فاقد شناسنامه‌ان. کودکانی مثل دودا که عاشق درس خوندن هستند و آرزوها دارند. اما برای اینکه به خانواده کمک کنند، کارگری میکنند و دستهایشان همیشه تاول زده است. کودکان بیشتر اصلا خیلی زندگی سختری رو دارند.
یکی از شبها صدای عجیبی آنها را از خواب بیدار کرد. در خونه با لگد افرادی شکست و مسئولین شهرداری با پشتیبانی نیروهای نظامی با لودر خانه را شروع به ویرانی کردند. خانه‌ای که یک سال با زحمات مادر شاهو ساخته شده بود. مادر گریه میکرد و شاهو فریاد زد چه میکنی؟ تعدادش زیاد بود. یکی از آنها شاهو را هل داد و یک کاغذی روی به نزدیک صورت شاهو گرفت. شما غیرقانونی دارید اینجا زندگی میکنید. این زمین صاحب داره. شاهو تلاش میکرد که توضیح بدهد که چندین بار به بچه نقد پرداخت کرده و این خونه را از اداره مسکن و شهرداری خریده. ولی هیچ کس به ناله های مادر و فریاد های شاهو توجه نکرد. همسایه ها میگفتند که کارمندان اداره مسکن و شهرداری اکثرا بسیجی هستند که از مردم رشوه میگیرن و چون پارتی دارن با پرونده سازی و مجوز ساختگی به راحتی منزل مردم رو خرید و فروش و مصادره و تخریب میکنن. مورید هانون به خود میلرزیدن، نگران و مبهوت، نمیدونستن در این زندگی ناامن چه سرنوشت در انتظارشونه. شاهو یک اتاق از همسایه ها اجاره کرد و با امید اینکه شاید بتوانن با شکایت خونه رو پس بگیرن، اما در نهایت ناامید شد و شاگرد سوختبری را شروع کرد و با این امید که خودش بتواند ماشین سوختبری دست چندمی را تهیه کند. مرید هم بعد از مدرسه میرفت با دودای بیشناسامه کارگری میکرد. هانگون هم مجبور بود بعد از مدرسه همراه با مادر خونه این اون کار بکنه. یک روز که هانگون پیش یکی از خانواده ها کار میکرد، خانم خانه به هانگون گفت دخترم تو دختر بسیار زیبایی هستی. پسر من خیلی از تو خوشش اومده. خیلی هم پول داره و کلی مال و ثروت داره. اگر زنش بشی هم به تو و هم به مادرت و هم به برادرت کمک میکنه و تو میتونی اونا رو هم نجات بدی. با درس خوندن به جایی نمیرسی. اگر دیپلم هم که بگیری کار پیدا نمیکنی. به بلوچ تحصیل کردی سونی هم که کسی سمتی نمیده. هانگور با وحشت بهش گفت حاج آقا که زن و بچه دارم. مورید در خانه هانگور تونست ادامه تحصیل بده. آرزو داشت روزی بتونه بچه های فقیر و بیشناسنامه رو مجانی درمان کنه. مورید از تبعیض و نابرابری که آتش به اختیارات رژیم جمهوری اسلامی در چابهار و مردم روا می‌داشتند رو هر روز تجربه می‌کرد. مورید از شنیدن تجاوز فرمانده نیروی انتظامی ابراهیم کوچک‌زئی به دختر 15 ساله بلوک بی‌نهایت برافروخته شد. او اولین کسی بود که خبر رو در اینستاگرام استوری کرد. یک هفته بعد وقتی مورید داشت از مدرسه برمیگشت، ناگهان ماشین نیروی انتظامی ایستاد و چند مامور اطلاعات با اسلحه با ضرب و شتم مورید رو داخل ماشین کردند و بردند. مورید داد می‌زد من کاری نکردم، چرا منو می‌برید؟ با مشت و لگد بر صورتش کوبیدند و گفتم اختشاش کرد، دهنش رو ببند. داستان این خانواده چهار نفره در واقع نمایانگر تبعیض سیستماتیک و عمدی حکومت است که آگاهانه اراده برای حذف مردم بلوچ داره و جمهوری اسلامی باید از طرف سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل به خاطر نقض سیستماتیک و عمدانه حقوق بشر در بلوچستان پاسخگو باشد تا بداند کشتار و سرکوب و نقض حقوق بشر در بلوچستان از دید این سازمان‌ها پنهان نخواهد ماند و باید در قبال این سرکوب‌ها قطعا متحمل هزینه سیاسی زیادی در جامعه جهانی شود. درود بر شما. Thank you.